سلام خداوند بخشنده و مهربان. به ادامه درس های قبلی برنامه مایکروسافت ورد 2019 در ران کامپیوتر باز می کنم، در ران کامپیوتر خود نشان می کنم when word که صفحه ورد 2019 برام باز میشه. قسمت بلانک داکومنت را انتخاب می کنم. خب تا قسمت تیبل خوانده بودیم، میرم تیبل ما اینجا اضافه می کنم. قسمت انزرت تیبل نمی شکل میگم درست است. خب میام یک فایلش می سازم، آیدی. بعد قسمت آیدی ما شما نیم داریم، پست، سالری، اوور تایم. اوور تایم خب پایین در خواست میگم که دیتا انتری شوه، تا با پرست میکنم که چند سال اضافه شوه. خب 1, 2, 3, 4, 5 در نام های کمال، جمال، علی، احمد، صابر. پوستایش آیتیز، منیجر است، کوک است، درایور است و ایشام آیتیز. ماشاته که میگیرم 20,000 90 و اضافه کاری هایی که نارز میکنن میرم ایشان خانه پوری میسازم. خب وقتی ما شما تیبل ساختیم به نظرم قسمت دیزاین خلاص کرده بودیم. بله تب دیزاین خلاص کردیم. امروز میرم از قسمت تب لیاوت بخش تیبل شروع میکنیم. در تب لیاوت مربوط تیبل میشود. اولی بخش گروپ که داریم به نام تیبل، تیبل یعنی قسمت گروپ تیبل. اول بخش که داریم به نام سلکت یاد میشه، یا گروپ آپشن است به نام سلکت. سلکت یعنی انتخاب بساز. چی انتخاب میگه بسازم؟ میگم در اونم جایی که کارسر ما وجود داره اونم قسمت چیکار برام تو انتخاب اونم جایی چیکار برام انتخاب بساز. پس ما میایم در قسمت کوک سعی کنیم دوستان عزیز. کارسر ما در قسمت کوک است. ما میخوام که سلکت بسازم. چی میگم؟ سر قسمت سلکت انتخاب میگم، میگه سلکت سل انتخاب کنم. ما گفتم که در کدام سل هستم؟ سل کوک. انتر میسازم. چیکار سل کوک برام انتخاب کرد. اگر بیایم قسمت به نام سلکت کالم، این حال در موسیلی که ما هستم همون کالم شو برم انتخاب میکنه که انتخاب بسازم. بس سر کالم پست برم چی کرد؟ انتخاب کرد. دوباره پس میایم قسمت منیجر اندفع کرد سر ما میمانم. در قسمت منیجر که آمده میگم که سلکت رو رو برم انتخاب کن. حالا بستر روی منیجر چی میکنه برم انتخاب میکنه؟ میگه آیدی دوم است، نام جمال است، وظیفه موقفش منیجر یا مدیر 60,000 ماش میگیره، $20 هم اضافه کاریش است. خب و قسمت اخیریش هم میگم سلکت تیبل چی میکنه؟ کل تیبل برام انتخاب میسازه. پس این بود قسمت به نام سلکت. ببینید دوستایی به خاطر از نیست که شما مقصد اینجا سلکت ساخته بودید. اصلی وظیفه از نیست که مثلا اگر شما میخواستین که یک قسمت دلیت کنید، مثلا یک سلکت کار ندارین میخواین مثلا دلیت کنید، فقط بگین سلکت سل دلیتش بسازین. و یا اگر میخواستین یک کالم از بین ببرین در قسمت بگین سلکت کالم، هم کالم از بین ببرین. و یک شارکت هم داره دوستا برام بگین در مقابل هر کدامش میخواستین انتخاب شو بیاره کسر تو بین دیشن کلیک کلیک بسازین. اونم رو چی میکنه برات انتخاب میکنه؟ یاد اینجا یک کلک بساز، این رو برات انتخاب میکنه. اگر کالم انتخاب میکنی بعد قسمت بالاش یک کلک بساز، بعد مو کالم انتخاب میکنه. مقصد بالای سرمون کالم که دلت اصلا میشه کلک بساز. این انتخاب کی کالم چی میکنه برات انتخاب میسازه. پس این بود آپشن به نام سلکت. قسمت بعدی ویو گرید لاین داریم. گرید لاین دین روز ما شما دوستا خانی مگه متوجه تا بوده باشه قسمت باردست. ما اگه میگفتیم که کل تیبل خود اینجا انتخاب میکنیم و شما گفته بودیم که نو باردر، نو باردر میگفتیم، ولی باز هم در اینجا چیش میموند، اما خطایش میموند، باردر هم اگه نمیداشت. باز اگه میخواستی کورت به این باری انتخاب کن، بیا قسمت لیو چی از اینجا چی از اینجا بگو ویو گردن، گردن چی از به این دوبار نباشه، پس شما میتونین استفاده کنین. پس ما دوباره در اینجا میایم میگم قسمت باردر، آل باردر، تمامش باردر داشته باشه. دوباره میایم تب لیو قسمت داریم به نام پراپرتیز. پراپرتیز معلومات یعنی چی؟ میگه شو دی تیبل پراپرتیز دیالوگ باکس اون چینج ادوانس تیبلز پراپرتیز. میگه تیبل ما رو به شکل پیشرفته تغییرات وارد میکنه. یعنی چی؟ ببینید دوستان یه چیز زیاد در زدن نمیشه چرا که مهم نیست، ولی باز هم من براتون کارش میکنم. قسمت پراپرتیز کلیک میسازم. قسمت با یاد شده برای ما سایز است. سایز یعنی تغییرات بیاد قسمت سایزش. یعنی چی؟ میام قسمت سایز انتخاب میسازم، میگم دینامیک تیبل تغییرات اگه میاره حالا اساس چیز بر اساس این چیز میگم بر اساس پرسنتیج باشه. تقریبا برای من تو 50% این تغییرات در سر تیبل بیا که 50 نشه کنم میرم که بگم. ببین دوستان عزیز تیبل ما در حقیقت 100% 50% شد، نصف شد. نظر محتویات کلش جمع شد، کم شد یعنی مو سایزش.
اگر بخوایم دوباره اینا مفاضل کنم پس قسمت پراپرتیز میایم میگم 50 نباشه می این دفعه 70% باشه. وقتی شما 70 انتخاب کردین این قسمت اوکی بگویید میبینید یک دیگه هم بزرگتر شد. ولی بازم برام میگم سایز استاندارد چند فیصد است؟ 100% است. به یاد این قسمت شک و 100% پس دوباره که اوکی بگی بندازیم و مارجن صفحه مارجن ورق چی میکنید برات فکت میسازه. یعنی میتونید چه استفاده کنید. دوباره میایم قسمت پراپرتیز. اگر با اساس پرسنتیج نمیخواستی با اساس اینچ میخواستی که محاسبش کنی باز بیا اینجا دیگه کم و زیادش کرده برو که با اساس چند اینچ برات تغییرات وارد کنه. اوکی بگو. اون هم قدر اون زیاد شد. اگر بخوایم که کمش بسازم با اساس اینچ دوباره میایم اینجا کمش میسازم نظر با اینچ میگم این شکل باشه. خلاصش استفاده کرده میتونید. من میگم نیچ نمیخوام تغییرات وارد کنم. اوکی میگم که دوباره به شکل اولش برگرده قسمت پایین. میگنم یک تیبل که تو میخوای که انتخاب کردی با کدام طرف ورق قرار داشته باشه، راست باشه، چپ باشه یا وسط صفحه باشه. حالا سعی کنید دوستا که من رایتم انتخاب کنم کدام ذره تغییر وارد نمیشه. اگر سنترم انتخاب کنم برام تغییر وارد نمیشه چون خود تیبل در روی صفحه مفت است، در خود صفحه منظم شده. یعنی کدام قسمت خالی نمونده که ما شما بگیم فتش کنیم. پس اگر میخواستی که برات کار به طبیعت قسمت این شب پرسنتیج تبدیل کو چند فیصد اضافهش میسازی بیا این 50% اضافه کن یک دفعه بگو اوکی. یه اوکی گفتی الله وسط صفحه اومد نامد بیا قسمت پراپرتیز بگو طرف لفت باشه. اوکی چی شد؟ طرف لفت رفت. بیا پراپرتیز بگو طرف رایت باشه. موضوعات ما فارسی نیست اگه فارسی باشه باشه ما رایت انتخاب کنیم میبریش به طرف راست براتون. بیا قسمت پراپرتیز باز من میگم نه خوبتر و بهترش اینه میست که اچ نم وسط صفحه باشه مگه به شکل بزرگ. قسمت بعدی دوستان Text wrapping سعی کنید مقصدش چیست. اگر من اینجا نن و اراوند باشه برای ما شما کار نمیده. چی وقت برای ما شما کار میده؟ سعی که اگر من اینجا نشته کنم مساوی رند قوس باز قوس بسته انتر که برای من متن اضافه کنه. در جریان ریزی که برای من متن اضافه کرد حالا میبینی اگر من تیبال خود بیارم از اینجا سعی که تیبال خود بیارم این وسط از یا قرار میتم آیا یک مقدار جای اشغال کرد نکن از در سنتر بیارم هم در داخل متن قرار گرفتن نصف متن بالاست نصفش پایین. اگر کسی رو بخونه تا قسمت تکست باکس میای باز ماکس میکنه که آیا خط به ادامش در پایین است یا نیست. باز بارزی پایین شده یعنی مشکلات برای ما در خانش پیدا میکنه. اگر میخوای کیل سق بسازی بیا در قسمت تیبل وسطش کرسر تبان قسمت لی اوت بیا کامل در قسمت لی اوت پراپرتیز کلیک بگو نان نان که اوکی گفتی که اوکی گفتی برات بیخی متن از تکست جدا میکنه. اگر در وسط شام بیاریش او مستقیم خودش کار خود میکنه یعنی در وسط متن برات جایگزین نمیشه. اون هم قدر میکنه که مثلا نصف متن بالا ببره نصف متن پایین در وسط جای بگیره. مگر متن نمیکنه که کمی به طرف راست و کمی به طرف چپ متن اضافه تر در سر شما. پس اگر بخوایی که به این مورد استفاده کنی هم ازش استفاده کرده میتونید. دوستان عزیز قسمت بعدی ما شما باردرستان شدینگ داریم که ما شما دینروز خواندیم. قسمت آپشن که آقا مهم نیست فقط مقصدش از دیفولت سل مارجن است که مارجن سلایتان چقدر باشه از طرف بالا چند یعنی از نگاه هنچ باشه 0 اینچ سال میگم می چند اینچ باشه 10 اینچ باشه از طرف بتن چند اینچ باشه 10 اینچ باشه و اوناش خونسته تاس فقط اگه میرم بگم اوکی اوکی حال ببینید دوستان چی شده متی بالا من چقدر بزرگ شد سایزش میبینید دوستان عزیز بسیار دیگه است نگاه هنچ من سایز بزرگ گرفتم کنترل زد. با شما از خاطر اینکه منظم می ساختن اینو استفاده اش نکنید فقط میتونه خودتون دهی شکل سلطان خود بزرگ بسازید دهی شکل دوستان ایت با شما از قسمت کار نکن چرا که دقیق نمیتونه شما با اساس اینچ ایره منظم بسازین. قسمت روم داریم از قیاس به شکل استفاده میشه اگه میخواستین که روم بزرگ بسازین با اساس چقدر هایت و وایت زی باشه یعنی زیاد باشه کم باشه میتونید قسمت اینترنت انتخاب کنید بگو یک ذره زیادترش میسازم اوکی بگو حالا مو یک رو که در داخلش وجود داشته مونم بزرگ شد نشد بله شد. پس میام کنترل زد میگم دوباره میام قسمت پراپرتیز میام به می شکل تا آخر ات لیست تو اگزکتلی وردش مربوط از میشه الو برگ اگه بگم که در کدام سل رو است میخوام سل بعدی برو میگم نکست رو هر کدام شین انتخاب کردم میرم باز میرم سرش این تغییراتی که اینجا گفتم وارد میکنم پریویوس رو پس روی اول آخر مربوط میتونم از قسمت استفاده کنم. از قیاس کالم هم شما میتونید که کالم واید و هایدش زیاد بسازین از قسمت باز براتون بگم که سعی کنید دوستان ما ایره چی میکنم کلوز میکنم یک دانش انتخاب میسازم دوباره قسمت پراپرتیز کالم نکست کالم پرویوس کالم پس بیایی سو کالم ها رو انتخاب کنید تغییرات که میخوایی دهیش وارد کنی میتونی با اساس اینچ بیاری یا پرسنتیج تغییرات میگم 20% تغییرات باشه اوکی بگو. خب 20% خود استاندارد از خودش بود من میگم امیره چند بسازم دفعه 90 بسازم اوکی ما بگم میبینید دوستان عزیز نبود کار خب 7% میگم اوکی میبینید دوستان عزیز به اون طرف یک ذره کوچکتر شد کنترل زد. شما میتونید قسمت به اساس پرسنتیج یا فیصدی هم جو کنید سل هر سل شخص ما شده کنید دوستان عزیز سر یک موضوع مهم دیگه قسمت است. من این قسمت یک ذره پایین کش میکنم که برای شما خوبتر دیده شوه. این موضوعات اوورتایم و سرکست میبینید یک رقم نمود نداره چرا که بسیار به طرف بالا نشسته شده
اینه من میگم که دا وسط وسط سل یا صفت قرار بده یا چوکات قرارش بده. پس چی میگم سنتر انتخاب میده؟ سنتر که انتخاب سام که میبگویم اوکی چی میشه من مطابقت متن در وسط وسط سل ما قرار میگیره. اگر بگویم نه بخی با طرف پوینت واس قرار بده بتن انتخاب کو بیا کلیک بساز با طرف چی میکنه پوینت برتی قرار میده. دوباره قسمت پراپرتیز میایم که خلاصه میگم اونم سنتر خوبتر و بهتر است و شما کل تیبرتون سنتر انتخاب کنین میتونین این استفاده کنین. دوباره میایم قسمت آپشن آپشن هم بازم اونم گپاسید اگر شما چک بسازی خودتون فیصد بر نوشته کنین که نظر با چند فیصد یا چند اینچ از طرف بالا و پایین راست و چپ فرق داشته باشه اونم گپاس. خلاصه اگر دوستا واقعا مهم نیست و آلتکس هم در مورد اینمی تیبل تک دیسکریپشن یک معلومات میگه تایتل چیز مثال میگه می تیبل کس مربوط آی تی کام میشه description چیست یک میگم از personal salaries مربوط سالری معاشات کارمندایش میشه. اوکی بگو فقط اون description رو برایش مشما چی کردیم نوشته کردیم. این هم گروپ بود به نام تیبل. گروپ بعدی ما شما گروپ داریم به نام drop. خب من یک دفعه سفر کنترل زد میسازم تغییرات آوردیم لغو شدم. خب قسمت داریم به نام draw table. draw table ما شما دیروز هم دوستان عزیز قسمت دیزاین خواندیم در قسمت ما شما چی داشتیم draw table داشتیم borders قسمت با نام draw table خود ما با شوق علاقه خود یک تیبل draw میکنیم. میرم یک دانه خودم draw میسازم میگم یک تیبل مجور میکنم که در این شکل باشه. در این شکل میگم باشه این قسمت هم میخواهیم که عنوانش باشه در این شکل. این قسمت هم جای شهرتش باشه باید اینجا هم نشته کنم به طور مثال اسم ولدش باشه. اینجا اگر مثال مازیریش اضافه میکنم مازیریش اضافه میکنم و در اون شکل اگر خلاصه طبقه بندیش میکنم. با شما دوستان اگر خطکش از نظر به خطکش کم بیتر بسیار منظم طبقه بندیش کنیم سعی کنیم. اینال دوستان عزیز اگر ما بیایم دوباره قسمت دراتیبال غیر فعال میکنم میام یک قسمت چی نشته میکنم خب نشته میکنم ID IDs خب یه را مایکروسکیپ میگم در سنتر میارمش. خب این یک چیز مرا یادم رفت دوستان عزیز. اگر ما بخوایم که یک چوکات دیگه هم قسمتش پرت ما باز هم انداخته میتونم که باز قسمت اولش ما نشته کنم نیم و اتارش هم نشته کنم و اتار مثال F/name نام و نام فقط میدونی. خب ما تیبل از طرف راست نشته کنم میره باید متن شما باید با فارسی نشته کنید. شما باز نظر و شوق علاقه تان هر رقم که میخواستین درا کرده میتونید. در قسمت درا بخش دیگر داره به نام اریزر. اریزر یعنی پنسل پاک. پنسل پاک اینجا فعال باز از اون قسمت هایی که از پیش غلط شده پاک شده ایشه بگو اینه خدر پاک میسازم. بیا بگو اینه هم غلط شده پاک شده بیا در این قسمت بگو اینه شان پاک میسازم در این شکلی شان پاک میسازم. خلاص هم میتونیم توسطش چی کنی؟ بردارایش پاک کنی. حالا سه که تو باش که پاک میشه مگم گردنتش باقی میمانه اگه تا که کلش پوره انتخاب کنی باز کلش پاک میشه. باردار اون اگر میخوایی که از بایی میباری بردارایش بیا قسمت ریزر چیزه که باردار است پاک شکت ملتویاتش مگم باز برتان پاک میکنه دوستا ببینین. خب یه هم گروپ بود به نام draw. بخش داره به نام رو ان کالم. در قسمت رو ان کالم اولی بخش که داریم به نام دیلیت. من کنترل زد میگم که پس حالت اول صفحه خودم عوض بیارم دیلیت داریم. در بخش دیلیت سعی کنین چیکار انجام میده دوستان عزیز. من قسمت جمال کار سر خودم میمونم میام قسمت دیلیت میگم دیلیت سل سل برام دیلیت کنم. میگم کدام سل ما بر دیلیت کنم میگم برام این سل همین کمال برام از اینجا سلش از بین ببر. قسمت دیلیت سل بگم چی برام اینجا پیشنهاد میکنه میگه شفت سل لفت میگه این سل برات پاک میکنم ولی از طرف چپ یک دونه دیگه برات به طرف چپ اضافه میکنم. اوکی یعنی از اون طرف برات سل میارمش. سعی کنی کمال پاک شد ولی از طرف آخر یک سل به این طرف آمد جایش از سل آیتی پر کرد. یعنی آیتی باید جای پست می بود آمد قسمت نیم سالری در قسمت پست آمد و قسمت اوورتایم در قسمت سالری آمد ولی قسمت اوورتایم شد صفحه شد. یعنی برام اون سل نام از بین برد ولی برعکس اون سلای دیگه را این طرف برام آورد. کنترل زد. اگر بخوایم در قسمت دلیت بگویم دلیت سل اینه می سل کمال پاکم اگم شفت اپ اوکی کمال اگر برم پاک کردی بجایش نام جمال بالاتر بیار. راسته که تو در قسمت پایین نیم نیمش نیست مگم پوست و آیتی بیایش هست. یعنی چی کرد برای یک خانه از طرف پایین به طرف بالا انتقال داد کرد برای یک خانه بالا انتقال داد. سعی کنیم بطور مثال اگر من بگم احمد پاک میکنم امی سل احمد تو برای من پاک کن بیا قسمت دلیت بگو پاکش کن ولی یک سل از طرف پایین به بالا انتقال بده. اوکی در جایش صابر آمد مگم جای صابر نام خالی شد. اگر بخوایی دیش اکنام پاکش کرده میتوانی میایم قسمت دلیت قسمت دارم به نام دلیت انتایر رو. یعنی روی احمد از این آیدیش گرفته تا قسمت معاشات و سالریش کلش پاک. حالا سعی تو امی کمی اوکی بگویم یک دو سه تا آیدی سی هست آیدی چهار نیست آیدی چهار مکمل کرده موضوعات شد بین را واجه شایدی پنجم بالا آمد. اگر بخوایی دهی شکل هم تو کرده میتونی. پس دوباره کنترل زد میگم میایم قسمت
دلیت سل میگم دلیت انتایر کالا میگم این کالا من نمکالش از بین بر کنم اوکی بگم مال آی دی پست سالری اوور تایم نیم چی شد از بین رفت پس فانسیم که توسط از چی کنیم کالا نیم را هم از بین بریم دوباره کنترل زد میگم میایم قسمت دلیت در قسمت پایین هم چیزا رو برتون کار کنم در پایین بازم اونجا پس دلیت کالام کدام کالام از دلیت میگم این کالام اوور تایم اضافه کاری رو از بین میبرم دلیت کالام چی کردم کالام برات دلیت شد بیا بگو دلیت رو اینی می صابر میگم ما بیخ پاس کردم از خاطر تشکیلات خود ما ایرا من فاکس ساختم کشیل میشه سر کار فقط بگو حالا رو سم رو را برای چی میکنن پاک میسازن یا بیا قسمت تیبل اگه بگم دلیت تیبل وسط تیبل برای چی میکنن دلیت میسازن کنترل زید کنترل زید کنترل زید میسازم خب دوستا در این قسمت یک باریکی داره که باز برتون رو بگم باز پیش میریم اگه من اینجا کل تیبل خود انتخاب بسازم سعی کنید دوستا اگه من بگم دلیت در روی کیبورد دلیت پرس کنم محتویات دلیت میکنه ولی تیبل ما را چی میکنه دلیت نمیکنه کنترل زید واسه اگه میخواستین که هم تیبل هم محتویات دلیت شوه کلش انتخاب بسازین شما با دلیت نگوین بک اسپیس بزنین بک اسپیس که بزنین از روی صفحه چی میشه تیبل محتوا تمامش عموما پاپ میشه خب دوباره میایم قسمت لی اوت یام بود بخش دلیت قسمت انزرت اباب انزرت اباب ببینین دوستا چی به بدر میخوره فرض کنید که نمی جدول معاشات کارمندان ما است میایم در قسمت معاشات کارمندان است مگر من یادم رفته که در قسمت بالای زینو شکره که مثلا پرسنل افایتی که بعد اورم مثال یادم رفته پس حالا خود نمیشه من واسه تیبل خود از بین ببرم اثر جور کنم باز که نواقصش از بین برای چی میگم میگم دمی بالای هیدر روی ما که آی تی و نیم و آی دی و نیم و پست و سالری و ورتم است میگم یک چوکات دیگه در بالا برام چیکو اضافه کو میگم انزرت اباب در قسمت بالای چی میکنه یک رو برام اضافه میکنه باز ما شما بخیر اینال میخوانیم مرجش میسازیم یعنی چی نشتم میکنم نشتم میکنم که personal of IT ka or IT plus میارمش در سنتر صفحه یک ذره اگر سایزشان بزرگتر میسازم در این شکل خلاصه چی کنم اون اگر دانک در سلمه به طرف بالا اضافه کردم خب میگم در قاطع پرسونال بعد از نام اینیش مگرنگ میتونم بخاطر از اینکه ایده روی مگذر اگر فرق داشته باشم و چی رنگ رنگ بتون باش میگم در این شکل اگر رنگ میتونم و همچنان رنگ متنشان سفید میگم خب میگم بعد از کمال اینجا جمال آمده ولی اینجا ما غلط کردیم باید ما بعد از کمال یکی رو نشته میکردم و تا مثال اینجا ما باید رحمان رو نشته میکردم غلط شده حالا خو نمیشه که ما چی کنم بگیرم بسط یه بالا پا کنم نمی قسمت کمال کرسر خودم میمانم چی میگم قسمت لی اوت کرسر خودم میمانم میگم انزت بیلو در زیر خانه یا روی کمال یک خانه خالی به دیگه برامت اضافه کن یعنی چی میکنه به طرف پایین شگانه برام اضافه میکنه بیا باز آیدی هایش پاک و اثر آیدی نمبر برش بتین نشته کن بگو اینجا کی باید نشته میشد رحمان اینجا باید رحمان نشته میشد که پوست از یام آشپز بود چندی ماش میگرفت 60,000 روپای ماش میگرفت و 90 روپای اضافه کاری میگرفت خلاصه چی کردم به طرف پایین کمال اضافه کردم خب میگم اینجا اگه اشتباه پیش من شده اینجا معلی نشته کردیم اما جمال از زیر جمال باز علی من میخوام که بعد از نام علی یک نام دیگه اضافه شه یعنی بالای سر سل یا می روی علی یک نام دیگه اضافه میکنم در قسمت علی کسر تبان بگو انزه تباب در بالای می خانه یا روی علی یک خانه دیگه برام اضافه کنم اضافه کنم میبینید دوستان از قسمت بالای شکل دیگه برام اضافه میشه بگو اینجا نام کی مرا یادم رفته بود نه اینجا بگو نام مثلا مثال ایمل یادم رفته بود نام کی یادم رفته بود ایمال ایمال چی کار است ایمال میگم درایور است درایور ماست چند ماش میگیره 20,000 روپا میگم ماش میتومش و 70 روپا اضافه کاری میتومش خلاصه چی کردم به طرف بالای نام علی اضافه کردم و به طرف پایین نام کمال هم یکسل من چی کردم اضافه کردم خب یه قسمت اگه ایده نمبر شما با شما بگیرین چی کنین پس اثر نشته کنین آیدی چند است آیدی یک است آیدی دو است آیدی سه است آیدی چهار است آیدی پنج است آیدی شش است آیدی هفت است خلاصه چی کردم آیدی ها رو پس سر من اینجا نوشته کردم خب میگم اینجا من آیدی نوشته کردم امرا با نیم ولی نام پدر از یا مرا یاد من رفتن نمیشه کلمه تیبال خواهد باید ببارم چی میکنم نمی قسمت نیم کرسر خود را میمانم میگم انزرت رایت به طرف رو به روی راست ازی برم یک کلمه دیگه اضافه کنم کلک بسازم چی میکنه یک کلمه دیگه برم اضافه میکنم اینجا نوشته کنم که F slash نیم نام های پدر هایشان اینا نوشته کنم نام پدر کمال چی اسمه نام پدر کمال نام پدر کمال به طور مثال حضرت الله از رحمان کی سک میگم ازی احسان الله از یه آدم دیگر چی سک میگم ازی عبدالله از یه آدم دیگر چی سک میگم ازی حامد است
از این به طور مثال میگم نامش حامد است، از نفری که نامش علی است نامش یکی است، میگم از این به طور مثال مصطفی است. خب خلاصه همین شکل شما دوستای عزیز میتونین چی کنین؟ خانه پوری کنین، دیتا انتری بسازینش که نامای پدر هر کدومشون نظر به لستی یا شهرتشان شما خانه پوری کنین. مقصد ما این بود که شما چه قسم میتونین که کالا دیگه یک قسمت اضافه کنین، دیگه مشکلاتی یه نداره. یا اگر آخری شما بگیرم اینجا به طور مثال خانه پوری کنم میگم جاوید. خب میبینین یک مک که کالم دیگه اضافه کردم، یک چوکات دیگه پیدا شد، دوباره با شما میخوانیم ملک میسازیم و از بین رفت. خب میگم اینجا من اشتباه کردیم که آی نمبرشون است نیم است فادر نیم است پست است، ولی من چیزا میگم اشتباه کردیم. میگه چی اشتباه کردیم؟ میگم باید پیش از اینکه من پست نوشته میکردم یا من ای جی سال سن جا را نوشته میکردم، مشکل نیست. بیا بگو انزل کلیپ به طرف چپ شکل اضافه کن، اضافه کرد. بیاد اینجا چی نوشته کن؟ بگو ایج سن سال. یادم چند سال است میگم ایش 20 سال است، یادم دیگه به طور مثال میگم 17 سال است، ایش 45 سال است، ایش 32 است، 35 است، 21 است، 22 است. سنشم چی شد؟ نوشته شد. خب اینجا را باز من بتو میکنم مارش میگم که از بین ببرش خلاص. خلاصه ما شما هم به طرف بالا یک رو اضافه کردیم، من به طرف پایین یک رو اضافه کردیم، من به طرف چپ یک کالم اضافه کردیم، من به طرف راست چی کردیم؟ یک کالم اضافه کردیم. در قسمت دیالوگز باکس لانچر شاگه ما شما بیان کلیک بسازیم، بازمون اون گپ دلیت است. میگه شفت دلیت سل میکنی یا شفت سل داون میسازی یا انزرت انتایر رو میسازی یا انزرت انتایر کالم میسازی. میگه میخوای که کالم اضافه کنیم چیزا، خلاصه ما شما در بالا کار کردیم، دوباره این شکل ما برام اضافهش کرده در قسمت پایین. شما میتونید از قسمت هم چیکنین استفادهش کنین. قسمت بعدی ما شما قسمت داریم به نام مرج. مرج یعنی وصل بساز، پیوست بساز. میگه چی را برات وصل بسازم یا پیوست بسازم؟ سعی کن دوستان عزیز من یه پرسونال خال نشته کنی، خود یک تیبل جدید مده پایین من چی میکنم؟ جور میسازم. خب یک دو سه چهار پنج شش هفت، هفت دانه کالم باید من اینجا داشته باشم. میانده قسمت چند کالم؟ هفت کالم باشه خلاص. تبا پرس میکنم که یک ذره یک زیاد شوه. اینه می محتویات چی میکنم؟ کپی میکنم دوام کنترول سی، پس دوباره اینجا میایم کنترول وی. خلاصه چی کردم؟ اونم اونجا من پیست کردم. خب اینا ما میخوام که قسمت بالا من اشتا کنم پرسونال سافتن پروتکام گاره، یعنی چهار چوکات ها رو من میخوام که امرای که دیگه وصل کنم پیوست بسازم. پس امیره من چه قسمه میکارم انجام دادم میتونم میام اینا تا سر تا آخر کلش دوستا بیاین انتخاب کنین، کلش انتخاب کنین اونو ما رو که میخواین وصل شوه. بیاین قسمت لیاو چی براتون فال میشون سر کنین، پیش از او فال نمی باشه قسمت مرچ سلز. بیا وقتی که میتونی دو دانه رو انتخاب ساختی دو تاره او فال میشه. بیا من کلش انتخاب میشم میگم اینا رو کلش چیکو مرج بساز، یک سل یک خانه بساز، فقط یک سل یک خانه ساختیش اینا بالاتر یک ذره بیار. اگر نمی آوردی هم خیرت، اینجا فقط چه نشه پرسونال آفن پروتکام گاد پرسونلز. خب خط زیر فارسی با رنگ سفید انتخاب کنیم، دوباره قسمت مینوی هوم میایم بلک انتخاب میکنمش. خب اینجا میبینید دوستان عزیز یک مشکل بر ما خلق کرد، کنترل زد کنترل زد. این قسمت پایینش ما باید رنگ بدیم چون از قبل ما اینجا ایدرو را تایپ کردیم. به قسمت در این شکل فلش بساز بالا. این حالا بیاین قسمت شما چی کنیم؟ فل مرج بسازیم. قسمت لیاوت میگم مرج سل سل شد. این حالا بیاین یا نشته کو پرسونل آف آی تی پلاس کنترول با این پرس بگید از سنتر میره، شفت پرس بگید با روکی بیا کلش انتخاب بسازیم که از ذره بزارشان کنیم. این حالا کنترول شفت با قوسا بزارش بسازیم. خلاصه اینه چی کردیم؟ تونستیم که اکسل هم ما شما در اینجا مرج بسازیم، پیوست بسازیم امرا با دیگه سل ها. بعد از قسمت داریم به نام سپرید سلز. یک امی سپرید سلز برای من تو جدا بساز، یعنی در یک سل دو سل دیگه هم برای میزه فکر چه قسمی هم سعی کنیم دوستان عزیز. در قسمت اوور تایم من میایم اینجا من میگم که انزت یک دانه سل دیگه برای من اینجا اضافه کنه. اینجا مثال من سوال میکنم که بله اون خیر داره، به طور مثال men women یا حالت مدنیش مثال نشه میکنیم سیکس حالت مدنی یکی چیز. اگر میخوایی که نال تو با شکل سوالات سواسهی و چلیپات جور کنی میتونی جور کنی، فقط بیا تو کلش انتخاب بساز سر تا آخر. بیا قسمت split cells بیا اینجا که انتخاب ساختی دیگه چیز غرض نگی، فقط بگو اوکی. چی میکنه برات؟ با دو خانه دیگه تقسیم میکنه اون اگر از قسمت جندر یا اگر جندر هم نشتهش کنیم میشه جندر حالتش اگر میل بود اینجا نشته کو من یا مقابلش نشته کو وامن. خلاصه کدامش بودونه در زیرش سواسهی میکنه یا چلیپا، خلاصه در شکل شما میتونین از استفاده کنین و یا هم به انواع و اقسام مختلف دیگر شما از استفاده کرده میتونین. سعی کنین چه قسم
میام این محتویات ما دلیت میسازم، میگم اینه میرم و میخوایم که باید سل دیگه دو تا دیگه تبدیل کنم، اسپلیت سل انتر ایشون بیا بگو اسپلیت سل میسازم انتر بساز ایشون بیا. خب کنترل زد من اشتباه کردم به نظرم، باید دیده چی میساختم، کنترل زد انتخابش بساز، بیا قسمت لیاوت بگو اسپلیت سل اوکی. خلاصه میتونین یک سله با دو سله دیگه تجزیه کنین، یا اگه پس دوباره دنگ بیایی سعی کن دوستان عزیز میام قسمت اسپلیت سل بازی رو با دو سله دیگه هم تجزیه کردم میتونم. خلاصه دوستان شما نظر به موارد ضرورت خود میتونین چیکنین از این استفاده کنین. کنترل زد میگم، کنترل زد، کنترل زد. خب میام قسمت بود به نام اسپلیت سل، میام قسمت اسپلیت تیبل. اینو الان خب دوستان عزیز اسپلیت تیبل چی بلد میخواد سعی کنین، من اینمی تیبل بخیر حال دلیت میسازم چون کارم دیگه نیست. ایراد زرگ زیادتر میسازم که باز شما در تقسیم کاری ازی مشکل برای شما خلق نکنن. اینه میره سر تا آخر مگه انتخاب میسازم، میگم کنترل سی، پس دوباره انتخابش میکنم میگم کنترل وی. پس کنیم یک جدول دارم، یک تیبل دارم. برای من رئیس گفته که تو باید شاگردای بخش کامپیوتر را جدا بسازی همراه با شاگردای بخش انگلیسی، کلش یک جدول برام نرسان. خود تو این حال چی کردی؟ فرض پیر منظم کلش نوشته کردی که تا آیدی هفتم، تا آیدی هفتم کل شاگرد انگلیسی است، بعد از آیدی هفتم کلش مربوط به کامپیوتر است. چی کار باز میکنی؟ بیا در قسمت شاگردای کامپیوتر کمی شروع میشه که سر تابان قسمت اسپلیت تیبل بگو. تیبل چی میشه؟ قط میشه از قسمت. فقط یک دو تا بساز از جدا شد. اینا رو ما در مجموع چند تیبل داریم؟ دو تیبل داریم. مگه میخوای که پس به مشکل بالا برگردانی باز مشکل نیست. چه قسم میکنی؟ بیا در قسمت اول که سر تابان لی اوت بیا و یک دونه انزرت عباب یک سل برامت قسمت بالا اضافه کن، اینجا بیاز قسمت بالا را کپی بگی، کنترل سی دوباره بیارش در قسمت چیش بساز، کنترل وی بساز، کنترل وی قسمت منوی و هم بیام اون رنگ هم برش اضافه کن، باز هم در قسمت بیا بگو یک دانه انزرت عباب در قسمت بالایش یک سل چوکات دیگه اضافه کن، یه را چی بگو مرج سل، سل بساز، سلا را مرج بساز، قسمت کنترل سی بساز، بیا کنترل وی، کنترل ای سمتر بیارش و از قسمت فلان میتونی از قسمت منوی هم چی کنی؟ از بین ببریش نو کلر. خلاصه چی کردیم؟ ما شما تیبل خود قطع کردیم، یک تیبل و دو تیبل دیگه تجزیه کردیم. شما میتونید خلاصه دو سازی شکل هم ازش استفاده کنید. خب دو سایی هم بود قسمت به نام اسپلیت تیبل که تیبل مرچ میکرد، اسپلیت میساخت یا قط میساخت از وسط در گروپ مرچ. گروپ بعدی داریم به نام سل سایز، سایز سل های ما را منظم بساز. این تیبل ما دوباره چی میکنم؟ دلیت میگم، بک اسپیس هم میذارم، این تیبل هم چی شد؟ دلیت شد. میان در داخلش کرسر خودم میمانم، میام قسمت لی اوت در قسمت سل سایز. اوتو فیت، اوتو فیت یعنی اتوماتیکی را فیت بساز نظر به محتویاتش. سایز قسمت اول چی نوشته است؟ اوتو فیت کانتنتس، نظر به محتویات که در سل نوشته است اینا منظم بساز. سعی کنید دوستان حالا اینجا آیدی ما شماره دارم، حالا چی ضرور است که با شماره یک جای کلان اشغال کرده ناقص سفید جایش مانده، حالا باید به شکل اتومات ما پرتم که هر سل چقدر جای که ذره دار نظر به نمو برای جای بتی زیاد جای برش نتی. بیا چیکو تیبل تا انتخاب بساز، قسمت تو فد بیا بگو نظر به کانتنتس برام فد بساز. اینا رو نما نظم شد و نما قدر جایی که آیدی کارداش برش داده شد و نما که نیم کارداش و نما قدرم که فادر نیم و اینا کارداش برای جای داده شد. باز اگر شما سوال محتویات زیاد بود نوشته کرده بریم، باز خودش به اون طرف تیبل خود انتقال داره میره تا وقتی که پر شود جایش، میتونین تیبلتان نوشته کرده بریم. یعنی نظر به نوشته فیلیتون که چیز نوشته کردین براتون فرد میسازن محتویاتتان منظم میکنه، ولی بعد از اینکه شما دیگه اضافه کرده بریم باز خودش اتومات برای جای چی میکنه رها کرده میره. اگر بگویم اوتو فیت ویندو، نظر به مارژن ورق یا مارژن صفحه میره برای منظم میسازه، یعنی چیزی که در صفحه است از این قسمت سعی کنید دوستان از این مارژن صفحه شروع بشه تا این قسمت مارژن صفحه میگه خودش هم قدم منظم بزرگ بگیرش. این حال که نظر به مارژن انتخابش کنم، من فقط اگر من متن خود تایپ کنم چی میشه؟ بزرگ شده میره، مگه من صفحه نمیبرید خارج نمیشه تیبل ما صفحه، چون اونم قدر معیار زیر ما قرار دادیم. خب قسمت بعدی دوستان عزیز دوباره واسه تیبل خودم انتخاب میکنم، میام قسمت فیکس کالام وای. فکس کالم وای دیناله هر چی ما نوشته کنیم سل ما بزرگ نمیشه، برعکس با کالم پایین اومده میره. سعی کنید بیشتر ما نوشته میکنیم تیبل از وسط زیاد جای برش رها کنه، افتالت نمیکنه فقط پایین اومده میره. اگر میخواستی که این شکل جورش کنی، این شکل جورش کرده میتونی. خب پس ما این رپورت میسازم. احسان الله این هم بود قسمت به نام اوتو فیت. قسمت داره به نام سل سایز، باز هم در گروپ هایت وایت شس. از همین تیبل ما از لحاظ هر طول طول هر چقدر فرق داشته باشه سعی کنین در این شکل با حالت عمودی رو براتون خرد و بزرگ بسازه. شما میتونید که از نگاه هایت بلندیش تنظیم بسازین که چقدر بلند یا پهن باشه، از نگاه وایت اگر شما جورش کنین هر
چقدر بزرگ باشه چقدر کوچک شوه خلاص این شما ایده جور کرده میتونه خود نظر به ضرورت تون جور کنین در غیر از دیگه اون خودش اتومات فت می باشه حاجت دیگه نمی باشه که شما باز فتش مسازین دستر بیت رو چیزی که روز ما مولات استاندارد برام تو دستر بیت بسازیش میگه نمی شکل استاندارد خوبتر از بهتر از باید براش باشم اگه بگم دستر بیت کالم باز یک ذره یک شکل تیبل ما رو چی میکنه بر هم میزنه وقتی که ما سلکت کنم ده شکل کالم یک ذره یک یعنی مساوات بینشون از بین میره سعی کنین فت میشه بعض اوقات بازگان قسمتایش از بین میره حالا چون ما دستر بیت رو کرده بودم اگه دستر بیت رو نمیکنه برام مشکل خط میکنه سعی کنین دستر بیت ده شکل بگم چی میکنه متوت مرکزش در سنتر در وسط صفحه قرار میده یعنی به شکل استاندارد خود ویندوز رو برام منظم میسازم اوردیش انتخاب کنم استاندارد خود ویندوز برات سرچ میسازم من میگم نه ده شکل نباشه کنترل زد اما شکل خودم ساختم خوبتر و بهتر است قسمت دیالوگ باکس لانچر از اگه ما شما کلیک کنیم بازم اون گپ تیبل پراپرتیز که پیشتر کار کردیم تیبل تغییرات می آوردیم سر رو تغییرات آوردیم سر کالم آوردیم سر سل و قسمت آل تکست یا دیسکریپشن در مورد تیبل خود که داریم گفتیم چی سک پرسونالز اف آی تی پلاس دیسکریپشن اگه کلا معلومات در موردش میدادی بده اگه نمیدادی نتی فقط اوکی بگویم در قسمت در معلومات هم اضافه میشه یعنی در قسمت دیالوگ باکس لانچر سل سایز هم موضوعات مهم دیگه وجود ندارم خب برای امروز اینه مقا بس هست باز بخیر فردا قسمت الائنمنت و دیتا رو میخوانیم فردا بخیر تیبل ما شما خلاص میکنیم خب تا اینجا دست امشالله مشکل نداشته باشین شما رو به خداوند یکتا مسپارم شب و روزتان خوش و اوقات خوش داشته باشین.